بین خبری هفته پاسخ وزیر مهاجرت به درخواست نمایندگان تجمع اعتراضامیز در مونترال تاثیر طرح مالیاتی کربن بر انتخابات فدرال طرح آزمایشی افزایش سرعت در بزرگراهای آنتاریو آزار و اذیت جنسی توسط شهردار سابق بی سی جنجال موضوع سخت جنین در آلبرتا و آنتاریو پرداخت هزینه روش های جلوگیری از بارداری توسط شرکت های بیمه مشکل اخذ ویزای کانادا برای دانشجویان و یه دیوان عالی کانادا در ارتباط با مهاجران اخراجی سلام وقت بخیر به کانادا هفت از شبکه ای ام جی خوش آمدید در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته ای که گذشت با ما همراه باشید من هم سلام عرض می کنم وقتتون بخیر اخبار این هفته رو آغاز می کنیم با خبری در ارتباط با دفاع وزیر مهاجرت کانادا از اقدامات فعلی دولت. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، احمد حسین وزیر مهاجرت کانادا از اقدامات دولت در اعمال سختگیری و نظارت بر فعالیت برخی مشاوران مهاجرتی دفاع کرد و به درخواست برخی از نمایندگان در ارتباط با وارد کردن خدمات مشاوره در قالب نهادی دولتی پاسخ منفی داد. آقای احمد حسین در پاسخ به درخواست این نمایندگان که خواهان تشکیل کابینه جدید مهاجرت و مشاوران شهروندی بودند گفت این طرح پس از بررسی های همه جانبه از سوی دولت رد شده است این درخواست به دنبال بررسی نمایندگان این کمیته از اعتراضات و نگرانی های تعداد زیادی از تازه مهاجرین که از سوی مشاوران مهاجرتی مورد سوءاستفاده استفاده قرار گرفته بودند و مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی جهت انجام خدمات غیرقانونی شده بودند در سال 2017 مطرح شده بود. کمیته مزبور از دولت خواسته بود نهادی صرفاً دولتی برای نظارت بر عملکرد این مشاوران تشکیل شود که با مخالفت وزیر و دولت روبرو شد. خبری بشنویم در ارتباط با تجمع اعتراضامیز در مونتریال. صدها نفر در مونتریال در اعتراض به لایحه 21 دست به تجمع زدند. به گزارش AMG و به نقل از مونتریال گزد، دست کم 400 نفر روز یک شنبه در منطقه شان دو مخص گرد هم آمدند و در حمایت از کسانی که لایحه جنجالی 21 آنها را مورد هدف قرار می دهد، زنجیره انسانی تشکیل دادند. Uh, um, لایه 21 استفاده از نمادهای مذهبی را برای برخی کارکنان دولتی مانند معلمین، قضات و نیروهای پلیس در استان کبک من می شرکت کنندگان در این گرده همایی از نمادها و پوشش مذهبی مانند هجاب و امامه استفاده کردند و در گروههایی با رنگ های مختلف که هر کدام نماد یکی از مشاغل مورد بحث لایحه 21 است قرار گرفتند. سخنان جیسون کنی درباره انتخابات فدرال و طرح مالیاتی کربن به گزارش AMG و به نقل از Global نیوز، در حالی که هفته گذشته دادگاه عالی ساسکچوان رأی به مشروعیت طرح مالیاتی کربن داد، جیسون کنی نخست وزیر آلبرتا در مصاحبه ای اعلام کرد شهروندان کانادا به زودی رأی خود را درباره طرح مالیاتی کربن در انتخابات ماه اکتبر نشان خواهند داد. او همچنین ادامه داد انتخابات اکتبر فرصتی طلایی در اختیار شهروندان کانادا قرار خواهد داد تا به همگان اعلام کنند احتیاجی ندارند که سیاستمداران به آنها بگویند چگونه زندگی کنند در حالی که جیبهایشان را خالی می کنند. این حکم به بخشی از قانون اساسی اشاره می کند که به دولت فدرال این اجازه را می دهد که قوانینی در جهت ایجاد صلح و نظم تصویب کند. که طرح مالیاتی کربن نیز بر اساس رأی دیوان عالی از این دست است. اما خبری داریم در ارتباط با طرح آزمایشی افزایش سرعت در استان آنتاریو به گزارش AMG و به نقل از CBC وزیر حمل نقل استان آنتاریو آقای جف یورک روز جمعه ده می از اجرای شدن سه طرح آزمایشی افزایش سرعت تا 110 کیلومتر بر ساعت در بزرگراه‌های جنوب استان آنتاریو خبر داد خبری که همزمان مخالفان و موافقان زیادی پیدا کرده است این طرح که به گفته آقای یورک از عواسط ماه سپتامبر آغاز خواهد شد شامل این ها می شود بزرگراه 402 از لندن تا سارنیا کوین الیزابت وی از سنت کاترین به همیلتون و بزرگراه 417 از اوتاوا گلوزستر تا مرز آنتاریو کبک آقای یوریک در توضیح انتخاب این نقاط جهت اجرای طرح آزمایشی افزایش سرعت اعلام کرد امنیت اولویت اول دولت در انتخاب این سه بزرگراه بوده و این سه منطقه پس از بررسی دقیق عوامل مختلفی از جمله مناسب بودن وضعیت بزرگراه برای افزایش سرعت انتخاب شدند سرعت مجاز در استان آنتاریو از دهه هفتاد تا به حال تغییری نکرده بوده است جوانترین شهردار تاریخ بریتیش کلمبیا به آزار جنسی به گزارش AMG و به نقل از نشنال پست، جوانترین شهردار منتخب در تاریخ بریتیش کلمبیا، لوک ستریم بولد که در سال 2011 در سن 21 سالگی به عنوان شهردار انتخاب شده بود، روز دوشنبه در دادگاهی به اتهام آزار و اذیت چهار پسر زیر 16 سال مجرم شناخته شد. آقای استریمبول که بین سالهای 2011 تا 2016 شهردار منطقه‌ای در بریتیش کلمبیا بوده است، در سال 2014 به عنوان یکی از سی بهبر برتر زیر سی سال که به بهبود عملکرد اقتصادی دولت خدمت کرده است، انتخاب شد. او در سال 2016 به منظور ادامه تحصیلات از سمت خود کنارگیری کرد. گرد همایی مدافعانه حق زندگی در آلبرتا به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز صدها نفر از مدافعان طرفدار حق زندگی و مخالفان سخت جنین روز یک شمبه در محوطه مجلس این استان گرد هم آمدند تا صدایشان را درباره موضوعی که بارها در آلبرتا مورد مناقشه سیاسی قرار گرفته به گوش نمایندگان و قانونگذاران این استان برسانند هدف از انجام چنین حرکت‌هایی حمایت از حرمت و اهمیت زندگی است در مقابل نیز دهها هزار نفر از مخالفان این طرح در محوطه مجلس این استان حضور داشتند در جریان کمپین انتخاباتی اخیر آربلتا حزب NDP اعلام کرده بود چنانچه حزب محافظ کار به قدرت برسد حق دسترسی زنان به سخت جنین را از آنان سلب خواهد کرد تجمع مشابهی نیز در آنتاریو و در محدوده ویکتوریا پارک روز پنجشنبه 9 می اتفاق افتاد. آقای سام اوسترهاف نماینده مجلس استانی از منطقه نایاگرا وست در جریان سخنرانی خود در کوینز پارک اعلام کرد دولت سخت جنین را به مسئله غیر قابل تصور تغییر خواهد داد. سخنان آقای اوسترهاف با واکنش منفی نمایندگان مجلس استان روبرو شد. کرگ ریکفورد وزیر انرژی سخنان آقای اوسترهاف را کاملا غیر قابل پذیرش و توهین به اعضا و همه زنان استان خواند. دسترسی رایگان جوانان به داروهای پیشگیری از بارداری به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، انجمن پزشکان اطفال کانادا اعلام کرد همه ی جوانان زیر 25 سال در این کشور باید به صورت رایگان به داروها و روشهای جلوگیری از بارداری دسترسی داشته باشند. این انجمن پیشنهاد کرده که داروها و روشهای جلوگیری از بارداری باید تحت پوشش بیمه های استانی قرار بگیرند. آنها همچنین پیشنهاد کردند که های خصوصی بیمه نیز باید هزینه های دارو و روش های جلوگیری از بارداری جوانان زیر 25 سال را به صورت محرمانه از صاحبان این طرحها یعنی والدین آنها پرداخت نمایند. بر طبق این گزارش بسیاری از بارداری ها در دوران نوجوانی ناخواسته بوده و بارداری های ناخواسته موجب پایین آمدن سطح کیفی زندگی، عدم موفقیت تحصیلی، کاهش درآمد و افزایش وابستگی به کمک دولتی می شود. اما خبری داریم در ارتباط با دانشجویان خارجی و مشکل اخذ ویزای کانادا به گزارش AMG و به نقل از Global نیوز در حالی که کانادا خواهان جذب و پذیرش تعداد زیادتری از دانشجویان خارجی از سراسر دنیاست، دنیا است نگرانی های زیادی در ارتباط با رد درخواست ویزای بسیاری از متقاضیان واجد شرایط که تابعیت کشورهای خاصی را دارند وجود دارد بسیاری از دانشجویان که در سالهای اخیر به کانادا آمدند اهل کشورهایی چون هندوستان و چین بودند این در حالی است که متقاضیانی کشورهایی مانند پاکستان و نیجریه برای دریافت ویزا با مشکلات بسیاری روبرو هستند حضور دانشجویان بین المللی موجب به وجود آمدن گوناگونی فرهنگی در کلاس و افزایش سود اقتصادی برای این دانشگاه ها و دولت خواهد بود. رأی دیوان عالی کانادا در ارتباط با مهاجرت. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز روز جمعه دهم ده می دیوان عالی کانادا حکمی با رأی اکثریت 6 بر یک به نفع مهاجران بازداشتی یعنی کسانی که به موجب ارتکاب جرائم مربوط به مهاجرت در زندان و در انتظار بازگشت اجباری به کشورشان هستند صادر کرد به موجب این رأی این افراد از حق رسیدگی دادگاهی استانی در ارتباط با دوره حبس خود برخوردار خواهند شد پرونده ای که منجر به صدور این رأی شد مربوط به یک پناهجوی اهل پاکستان است که در سال 2006 به کانادا آمد اما پس از اعطای پناهندگی به دلیل جعل مدرک دروغ و همچنین همدستی در کارهای مجرمانه حق پناهندگی خود را از دست داد و پس از تفهیم اتهام در انتظار بازگشت اجباری به کشورش در بازداشت اداره مهاجرت قرار گرفت اما تأخیر در بازگرداندن وی به پاکستان موجب درخواست دادرسی به دیوان عالی کشور شد. با در پایان خبری داریم در ارتباط با تغییرات جدید در قوانین اعطای پناهندگی کانادا. به گزارش AMG و به نقل از CBC، مردی اهل کشور قنا که در جریان عبور غیرقانونی از مرز استان مانیتوبا و ورود به این استان همه انگشتانش را در اثر سرمازدگی از دست داده بود، از نمایندگان این استان درخواست کرد قوانین جدید مربوط به پناهندگان را که بخشی از لایحه دولتی است تصویب نکنند. وی روز پنجشنبه نه می در جریان جلسه ای با این نمایندگان مجلس اعلام کرد تصویب قوانین پناهندگی جدید حق درخواست پناهندگی کانادا را برای همیشه از او سلب خواهد کرد این مرد که سید محمد نام دارد در دسامبر سال 2016 برای جلوگیری از روبرو شدن با ماموران مرزی با عبور از منطقه پوشیده از برف وارد کانادا شد و درخواست پناهندگی داد. این فرد پیشتر نیز در ایالات متحده درخواست پناهندگی داده بود که درخواستش رد شد. به موجب قوانین پناهندگی کانادا، درخواست پناهندگی افرادی که پیشتر از سوی کشورهای خاص از جمله ایالات متحده رد پناهندگی شدند، پذیرفته نخواهد شد. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاس گذاریم. شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه ها دنبال کنید. وقتتون به خیر خدا نگهدار. من هم از شما سپاس گذارم تا کانادا هفته دیگر یک شنبه دیگر ساعت هفت خدا نگهدار.